امروز یکی از بدترین روزایی که اینجا بخاطر اینکه هیچ مریضی نیستش، فقط دو مریض داشتیم که هیچ کاری هم براشون انجام ندیم بخاطر اینکه همکاری نمی کردن، یکیشون آلزایمر داشته، یکیشون هم آتیسم داشتش و واقعا حوصله‌ام سر رفته و اعصابم خورده. کاش زودتر بریم. یکم با هم دیگه قرار صحبت کنیم. همونطور که احتمالا شما هم متوجه شدید، یه مدتی هستش که حالم خیلی خوب نیستش از نظر روحی. البته الان خیلی بهترم، ولی تو این یک ماه واقعا وضعیت خیلی جالبی رو نداشتم. وقتی که مثلا حالمون خوب نیستش، وقتی که یه شکستی خوردیم، یه اتفاقی افتاد، خیلی مودمون رو پایین آورده و حس میکنیم دنیا به آخر رسیده، خیلی حس تنهایی میکنیم و برای خود من اینجوریه که وقتی که توی اون نقطه قرار میگیرم حس میکنم فقط منم که دارم اون احساسات نه چندان خوشایند رو تجربه میکنم، فقط منم که اون لحظه حالم خوب نیستش و همه آدمای دنیا حالشون خوبه به جز من. که خب حس تنهاییه که ذاتاً آدم احساس میکنه توی زندگیش رو و مثلا چیز جدایی ناپذیری از واقعیت ما آدم هاست رو بیشتر میکنه. واقعا اینجوری نیستش. واقعا ما آدم ها با وجود اینکه بسیار با همدیگه متفاوتیم، خیلی به همدیگه شباهت داریم. من خودم خیلی یوتیوب نگاه میکنم. چیزی که تو یوتیوب خیلی میشه پیدا کرد آدم های شبیه به خودم، آدمایی که توی شرایط مشابه ما قرار دارن، توی موقعیت هایی قرار دارن که ما بودیم یا هستیم یا خواهیم بود. توی این مدتی که حالم خیلی خوب نبود یوتیوبرهای زیادی رو دیدم که مثل من بودم و این واقعا منو دلگرم کردش. و کلن مشکلی که به نظر من ما از نظر فرهنگی توی فرهنگ خودمون داریم اینه که توی شرط خوبی قرار نداریم، صحبت نمی کنیم. چرا؟ چون فکر میکنیم که دشمن شاد کنه، فکر میکنیم که باید رو مخفی کنیم به خاطر اینکه اینطوری کمتر آسیب میبینیم. واقعا به این شکل نیستش و همه دنیا هم زل نزدن به ما که ببینن اگر خوردیم زمین بشنن به ما بخندن. من از وقتی که این کانال یوتیوب رو راه انداختم، اصلا یکی از اهدافم هم همین بودش که در مورد تجربیات زندگی چه پستی و بلندی هایی رو طی میکنم توی این مسیر صحبت کنم، به خاطر اینکه مهم نیستش ما توی مسیر باشیم یا تو مسیرهای متفاوت باشیم، زندگی به هر حال پستی و بلندی داره، به هر حال یه روزی حالمون خوبه و یه روزی حالمون خوب نیستش. شاید بهتر به همدیگه بگیم این موضوع تا همه اینو بدونن. شاید الان داری میری پایین ولی یه روزی هم میری بالا. خاطر این شاید یه ذره جالب به نظر نیاد در مورد سری ناراحتی ها، یه سری بالا و پایین های احساسی آدم صحبت کنه و میگه خب من میام روی اینترنت که چیزای شاد ببینم، که خوشحال بشم، که حالم عوض بشه. درسته، همه اینا هستش، هممون این کار میکنیم، ولی در کنار اون یه وقتای آدم میاد احساس درک شدن هم پیدا کنه. درک شدن مثل یه آغوش گرمه برای من. به خاطر همین دوست دارم این رو به بقیه هم اگر بتونم هدیه بدم. این روندی که در مورد احساساتم، در مورد زندگی، روزای خوب و بدی که دارم صحبت میکنم. همونطوری که در مورد روزای خوب آدم صحبت میکنه، باید در مورد روزای بد هم صحبت کنم. امیدوارم که با همدیگه مهربون تر باشیم، با خودمون مهربون تر باشیم و بپذیریم اتفاقات اطرافمون رو. بعد صرفا بپذیری. وقتی که بپذیری همه چیز خیلی بهتر پیش میره. این کامنت رو میبینید؟ واقعا وقتی خوندمش موهای تنم سیخ شد از خوشحالی. خیلی خوشحالم. خیلی. بار دیگه جعبه داریم. این بار هم برای من نیست، این بار هم برای دوستمه، این بار هم دوستم میخواد کادو بده. کلا من صندوق پستی دوستم هستم. دوست عزیز که داری این ویدیو رو میبینی، لطفا لایک و کامنت رو یادت نره. انقدر دارم بسته هاتو تحویل میگیرم، لطفا لایک و کامنت خوب بذار. تنکیو. Thank you.
درمیشه چیزه، درمیشه نعنا فلفلیه، بعد این جدا پرک نبود، درمیشه پرک لیموه. با نمکه؟ یعنی یه دونه لیموه؟ آره. بیست و شیش آلبالین، البته این آلبالین نیستش، بیمه آنگیه بیوتی پل آنگیه چه؟ ولدمورت میشه نیمروخ ولدمورت هم داشته باشی؟ اسمش نبا به بحشانسی میاده. اسمش نبا؟ اسمش نبا خوش دسته هیدیش بابا. من ولدمورتم کی دید؟ تو اونه هفت تا فیلم دیدی کسی دست به ولدمورت بزنه؟ بادم در ورده ولدمورت نداشت توی هری پاتر.